موضوع ویدیو امروز ما بنز EQS 450 پلاس. از این حروف S همون یعنی این معادل بنز S، EQ هم اول ماشین الکتریکیه، پس EQS ماشین الکتریکیه بنز که معادل کلاس S باشه. تستا رو گذاشتم بغلش که ببینید که طول و عرض اینا نسبت به هم دیگه چجوریه. الان میام از جلوی ماشین میگیرم. این جلوهای ماشین رو تقریبا مساوی گذاشتیم و به نظر میرسه که بنز S 15 سانتی چیزی بیشتر از اون باشه. حالا میرم مشخصات نمره ایشو بعدا در میارم ببینم که چجوریه، ولی این برای که همینطوری یه دید کلی داشته باشید ببینید که طول و عرض اینا چجوریه. میبینید که بنز EQS یه مقداری طولش بیشتره، این مقدار رو از توی چیز در میارم ولی مقدار خیلی کمیه، در حد 10-15 سانت. از طرف دیگه اگر فاصله چرخ ها یا ویل بیس رو نگاه کنید، بنز EQS ویل بیسش بیشتره، اونم باز 10-15 سانت. یه مقدار جلوی ماشین رو که مساوی میذارید چرخ این جلوتره، برای اینکه بتونه باتری بیشتری رو جا بده و چون باتری ها معمولا کف ماشین میذارن، اینه که چرخ رو یه ذره کشیده، چرخ جلوش جلوتر از تسلا است. اگه سپرها رو جلو هم مساوی بذارید میبینید که چرخ جلوی EQS جلوتره، چرخ عقبش هم عقبتره، البته خب طولش هم بیشتره، ولی این نشون باتری بیشتر داره. در واقع اینا هم باتریش 107 کیلووات، ماشین من 90 کیلووات، تسلاهای دیگه 100 کیلووات هست، فکر میکنم مدل پلت شاید 110 یا همچین چیزی باشه، ولی به هر حال اینم 90 مدل تسلا. به خاطر اینکه EQS طول ویل بیسش بیشتره و خود همین تسلا را من هر وقت میخوام بپیچم تو پارکینگ مشکل دارم، کلن چون ویل بیس درازیه وقتی آدم میخواد بپیچه باید جا براش بذاره که بتونه کامل بپیچه، و در نتیجه چون کم میاری هی چرخ ها میخوره به اینور و اونور، این بنز برشته فور ویل استیرینگ گذاشته، یعنی چهار چرخ ماشین میچرخه، برای همین این کار دور زدن آسون میکنه. حالا برگردیم دوباره جلوی ماشین شروع کنیم. خودش ادعا میکنه که بنز ادعا میکنه آیرودینامیکش ممیز 20 در مقابل تسلا که در مدل مال من ممیز 23 بوده، و در مدلای پلدش اونم ادعا میکنه ممیز 20. پس این پلد حالا یه ذره تغییراتی داده جلوش، اینم میگه منم ممیز 20م. من شخصا حالا اطلاعات ناقصم که از آیرودینامیک دارم به نظرم نمیرسه که اینجوری باشه، درستش هم این هواکشی این جلوه که تقریبا مستقیم اومده بیرون، لبه داره، نمیدونم یه ذره به نظرم عجیب میاد، و آلمان هم نشون دادن سر دیزل گیت که به راحتی میتونن عددها رو عوض بکنن حتی برای مسئله مهمی مثل آلودگی هوا دیگه. حالا برای همینطوری که کاری نداره، تازه آلودگی هوا رو راحت میشه اندازه گرفت، اینو کسی بخواد بره ثابت کنه که این عدد نیست باید ببره تو لابراتوار رو 1001 تشکیلات، بنابراین این داستانی. به حال این جلو علامتای بنز کوچیک کوچیک یه حالت شبکه رادیاتور درست کرده، ولی سوراخی نذاشته که آیرودینامیکش حفظ بشه، پنجره نیست در اون جلو، پنجره چیز ذاته هست در پایین تر برای خنک کردن باتری ها. یه نکته خیلی جالب این که تسلا کلن هم صندوق عقب داره هم صندوق جلو، یعنی نگاه میکنیم یعنی پس موتورش کجاست، تشکیلات موتور کجاست، هیچ معلوم نیست. این ماشین صندوق جلوش نمیتونی اصلا باز بکنی، یعنی صندوق جلوش رو فقط نمایندگی ها میتونن باز کنن، عکس باز شده شو یا ویدیو باز شده شو دیدم توش موسیقی اصلا تشکیلات موتوره خیلی کامل، و برای همین یه ذره همچین چیزی که چرا نتونستن موتور رو مثل تسلا در داخل یه جاهایی وصل بکنن که جلو دست و پا نباشه، حتی برای که کسی نتونه صندوق رو واکنه شیشه شور ماشین رو اینجا گذاشته ام که الان چون کلیدش همه دستم نیست برم کلیدو بیارم که اینو بازش کنم. کلید ماشینو گرفتم، این کلیدش بسیار بزرگه برای این دوره زمونه،
من این رو تصیب نمی کنم، کلید تسلا از این خیلی کوچکتره، ولی حالا تسلا اینو آوردیم و در رو باز کردیم، یعنی دستگیرهاش میاد بیرون، درست مثل مال تسلا میاد بیرون. حالا فکر کنم الان اگه این فشار بدم و اینجا شیشه شوره، یعنی شیشه شور اینجا میریزید، این برای این بوده که اینجا گذاشته که بی خود دیگه در صندوق جلو لازم نباشه با کنید، صندوق جلو اون زیراش میشه یه جورایی باز کرد، ولی کار تکنیسیان خود نمایندگی بنز. در داخل ماشین که بریم، اینا دو مدل الان عرضه میشه، یکی مدل 450 که دیدید که 450 پلاس، یه مدل هم 580. 580 خب طبعا زورش بیشتره، این 333 اسبه یه همچین چیزیه، در مقابل حالا ماشین من که تازه مدل قدیمیه 690 اسبیه. این درنچه شتاب این در حد 50 خورده ای ثانیه است، خیلی شتاب عجیب غریبی نداره، ولی صاحب ماشین که برادر من هست و ماشین اجاره کرده، میگه که تو یه هفته که سوار میشه میگه خیلی از تسلا بهتر به نظر میاد سواریش. حتی خودش دو تا تسلا داشته، هنوز هم یک رو داره، این بوده که اجارهش تموم شده باید بره پس بده. الان چون بازار ماشین دست اون خوبه، ماشینی که باید پس بده مثلا به خود تسلا اگه 52,000 دلار بده اینو بهش میفروشن، اینو تو بازار آزاد شاید بتونه 60-65-70 تا بفروشه، بنابراین داره سعی میکنه اون کارو بکنه. علت خریدن اونم این بوده که لیس همون تسلا تموم شده، حالا به جاش رفته اینو لیس کرده، عدد لیسشو نمیدونم، ازش میپرسم میگم. داخل ماشین این درش که استاندارده، چیز عجیب غریبی نداره. این جلو، این خوشبختانه صفحه جلوی شاگرد، به قول جلو شاگرد چیزی رو صفحه رو نداره، مدل ارزونشو گرفته، ولی مدلی که یه ذره مفصل تره، این سکرین جلو از این طرف تا اون طرف یه متر خورده ای طولشه، من شخصا خوشم نمیاد، چیز عجیب و غریب و گیج کننده و آدم نمیدونه کدوم کجا و چیکار بکنه، ولی این مدل ساده است به نظر من. من اینو ترتیب اونای دیگر رو ویدیو دیدم فقط، ولی من همین مدل ساده رو ترجیح میدم. جای پای عقبش هم نسبتا خوبه، البته این مدل اس نمیشه، اس خود بنز مدل بنزینی از این جای پای بیشتری داره، ولی اینم بد نیست، از تسلا که فکر کنم بهتره. و حالا سوال اینه که آیا تسلا معادل بنز اس یا مدل یا معادل ای؟ من فکر کنم با توجه به طولی که اینجا میبینید حداقل معادل الکتریکی اس هست، EQS، ولی اگه بخواید با ماشین بنزینی بگیرید تسلا شاید بنز معادل بنز ای باشه از نظر طول و عرض و این حرفا. یه نکته جالب دیگه اینه که الان ما تسلا رو نگاه کنیم، اینجا اگر باز بشود که نمیشود، تسلا کف ماشین صاف صافه، اگر اتقالیش نرفته باشه جلو، کف ماشین اونی صافه، چون که تونلی که برای دنده برای میلگاردون هست در ماشین بنزینی در این ماشین نیست. در این مدل بنز این تونل کماکان وجود داره، البته حالا با ارتفاع کمتر، ببینید که اینجا هست. حالا من باید ببینم که این واقعا میلگاردون داره یا سیما رو از اونجا رد کردن یا برش به عنوان جای باتری که باتری بتونن بیشتر جا بدن استفاده کردم، ولی یه ذره چیز ناراحت و بیخودی است که اون وسط گذاشته شده. این ماشین فقط یک موتور در عقب داره که 329 قوه اسبی، مدل EQS 580 دو تا موتور داره، یکی عقبی که جلو که دوال موتوره. پس بنابراین این تونل وسط برای انتقال نیرو به هیچ وجه نیست و احتمالاً اگه در صندوق باشه، این احتمالاً برای رد کردن کابل ها یا برای باتری استفاده کرده که تسلا این کار نکرده، عقب و قشنگ یه تیکه کرده، خیلی کار راحت تر شده. یه چیز جالب دیگه اینه که در مورد این ماشین، این هم برداشته، این دره این چیزش اینجوری باز میشه، مثل تسلا برداشته حالت هچبک درست کرده که شما بتونید اگه بخواید اسکی بذارید توش یه چیزایی بلند اینا جا داشته باشه. و این عقب هم مثل تسلا یه گودی داره که وسایل اضافه توش میتونید بذارید،
و مثل تسلا اگر اشتباه نکنم این اگه بره بالا این چرخه زاپاس نداره. این تسلا آمد اینو جز هزاران چیز که تسلا مود کرد یکیش همین بود که آجون این زاپاس لازم نیست در ماشین باشه، چرخ زاپاس. حالا سال یه بار خود خراب بشه اون یه بارم یه جوری ترتیب کارو بدید که بی خود وزن ماشین رو اضافه نکنه، حجم بی خودی رو با خودتون حمل نکنید. خب این هم از اینها دیگه میرسه کم کم به مرحله سواریش. دارم دنده عقب میگیرم، فرمون جلو تا آخر به سمت چپ پیچیده شده. میبینید که چرخ عقب، البته مشکل تو ویدیو دیدن، شاید از بالا بگیرم، یه ذره به سمت راست رفته، یعنی داره برعکس چرخ جلو عمل میکنه که بتونه در فاصله کمتری ماشین دور بزنه. ببینم در حال حرکت میتونم اینو بگیرم یا نه. اصول این ماشین هم جالبه، رو حواس اینجا کاپولدرهایی داره که به سایزهای مختلف هم تنظیم میشه، چون این روزا یه لیوانا و شیشه هایی که میخرید بزرگ کوچیک داره. اینم گوشته که بازم بچسبه لیوان توش لغ نخوره. این زیرم بازه، مال تسلا این بالاش تقریبا حالت باز داره، یه کنسولی هست جدا میفروشن که اونو که بزنید دیگه ماشین چیز میشه، میتونه اینجا توش باربندیل بذارید. خب من الان اینم کیلومتر شمار ماشین رو دارم رو دنده عقب میذارم، یه جورایی نمیره، نه داره میره، بچه رو پارک نشون میده. جالبه ماشین رو پیه ولی داره دنده جلو میره، اینو شما نفهمیدید خرابه یا یه کاری داره میکنه که ما سرمون نمیشه. یه نکته جالب دیگه در این ماشین هست که الان باید در رو باز کنم تا بتونم نشون بدم، حالی که شیشه این ماشین یه لایه هست، گمانم در مدل 580ش شیشه رو دو لایه گذاشتن، این بنزای قدیم مدل 90 اون تانکی ها اونا شیشهش دو لایه بود، در نتیجه صدای خیلی کمی از بیرون به داخل ماشین می اومد. توی ویدیوهایی که دیدم رو 580 این شیشه دو لایه است ولی در این ماشین یه لایه است. جالبی زده که این دستگیرهای پدل شیفترها رو که باش دنده میشه عوض کرد و خب این ماشین یه دنده بیشتر نیست، اینا رو گذاشته برای ترمز ریجنراتیو بریکینگ، ترمزی که باتری رو شارژ میکنه و با علامت مثبت و منفی شما میتونید مقدار این ریجنراتیو بریکینگ رو که توی این ماشین یه اسم دیگه براش گذاشته کم و زیاد بکنید. حالا ببینیم که الان میتونیم کارو بکنیم یا نه. یه دقیقه پیش که این کارو کردم ولی خب الان گاز میدم، چراغ قرمز پا ور میدارم، الان ترمز خوبی میکنه. پس برمانی ریجنراتیو بریکش کار میکنه، فقط با این پدل شیفترها در دو طرف تنظیمش کرد، کم و زیادش کرد، و دوانش استفاده خوبی هم هست برای پدل شیفتر، برای این کار استفاده خوبیه. حالا ببینم مثبتش کنم چی میشه، اگر مثبت در این طرف، منفی در اون طرف هست. دستم باید اول به دوربین، جای دوربین رو با دستم عوض بکنم که بتونم این کار بکنم. نورمال ریکوپریشن
یعنی همون مقدار شارژ نرمالی به دست میارید با ترمز کردن. حالا الان یه تو پامو برمیدارم، با ترمز کردن نه، با پا رو گاز برداشتم. الان این کارو میکنم، پا رو گاز برداشتم، ماشین امروز داره میره انگار نه انگار. حالا یه ذره قوی ترش میکنم، این نه قوی تر نشد، بدتر، نو ریکوپریشن، یعنی مثلا هیچی، مثل ماشین معمولی. نمیدونم چرا الان دیگه کار نمیکنم. حالا با این دست بزنم ببینم چی میشه. نورمال ریکوپریشن، استرانگ ریکوپریشن. پس فقط دو درجه است. الان استرانگ میذارم، پا رو برداشتم، تقریبا مثل تسلا ترمز میکنه. بنابراین میشه یه پایی رانندگی کرد و هر وقت گاز رو ول میکنید در واقع ترمز میشه. الان ببینم، نه خوب قشنگ مثل در حد تسلا هست، بنابراین مسئله نیست. چون یه برنامه دیدم که طرف نمیتونست اینو کار به کار بندازه و برای همین فکر میکرد که خوب کار نمیکنه. خوشبختانه ما الان اینو پیداش کردیم و داره خوبم کار میکنه. این دوره موتورش هم نیم چه موتور الکتریکیه، نمیدونم حالا این به چه منظوری اینجا چیز میشه. اینه که عشق نیدارن که حتما دوره موتور هم ببینن. این در واقع درصد نیرو رو نشون میده. وقتی میگه 30 یعنی 30 درصد نیرو داری شما الان استفاده میکنی. حالا ببینم مثلا گاز بدم چجوری میشه. فیستر بالایی اینجا همش پیش در پیشه نمیشه. در ضمن اینجا زمین های آقای پکرد، هیولت پکرد ایچ پی که میخرید پرینتراشو، پیش این زمین مال ایشون بود که هکتارها زمینه و همینطوری هم گذاشته بمونه، فقط بچه هاش روش زندگی میکنن. هر کدوم توش مثل که خونه یه چیزی ساختن. خب من الان یه گاز بدم میرم چی میشه. بله الان گاز میدم میره رو 100%. اینو تسلا به صورت دیگه نشون میده، یه درجه ایست که نشون میده باتری چند درصد و چه جوری فلان. این ورشته به جای دور موتور گذاشته که آدم عشق دور موتور اگه داره اون رو هم بتونه ببینه. بعدم نیست تو هم فکر بدی هم نیست. اینجا دوباره یه گاز بدیم زیاد، قبل از که حتی گازه عمل بکنه این داره اون 100% نیرو رو نشون میده که داره مصرف میشه. جلوی ماشین آدم کاپوت رو تقریبا نمیبینه. شما بخواید اون عدد معیز دو رو بهش برسید یه راش همینه که اصلا کاپوت رو نباید ببینی. اگه ببینی یعنی زیادی بالاست، یعنی زیادی چیز مصرف میکنه. یه بار یه برنامه راجع به این سی دی باید بذارم که ببینید که مثلا سی دی تسلای مدل اکس و مدل اس هر دو یکیه، ولی مدل اکس اگه از توی کاغذ رد بشه جای بیشتری باقی میذاره تا مدل S، در نتیجه مقاومت بیشتری در مقابل هوا خواهد داشت. با اون که عددش با اون یکی تسلایی یکیه، ولی این دور زدنش کاملا مشخصه که فور ویل استیرینگه. یعنی من با یه دست میتونم دور 90 درجه رو بزنم. الان اینجا میخوام دور بزنم، باشه با یه دست میذارم خیلی سریع ماشین میپیچه. این فور ویل استیرینگ از این نظر من اولین باره که ماشینی که فور ویل استیرینگ داره دارم سوار میشم و به نظرم از این نظر فوق العاده است. خب من اینجا دیگه دوربین رو قطع میکنم. ماشین اس این ماشین من سانروف داره، ولی میخوام فرق قضیه رو بتون نشون بدم. سانروفش هم باز میشه، مال منم باز میشه، ولی به من توصیه کردن که آقا زیاد بازش نکن، اگه خراب بشه قیمت گرون خواهد شد. و ظاهرا در مدل های جدید شیشه یه تیکه میندازن که دیگه اصلا از این مشکل هم خلاص بشن. اینجا شیشه یه تیکه رو میبینید، این سانروف، این ماشین دیگه شیشهش باز نمیشه، یه تیکه است. مدل 2020 هم هست یا 2019 یا 20. حالا اینو الان مقایسه کنید ببینید مال تسلا. این شکاف رو میبینید، فاصله زیاد اینجا، دوباره فاصله زیاد اینجا، فاصله زیاد و لبه هایی که با هم همگون نیستن. ببینید الان اینجا رو ببینید،
این یه تیکه بالاتر از اینه، ببینید قشنگ مشخص. اینا باعث میشه که صدای هوا تو ماشین بپیچه وقتی این سطوح هم ردیف و هم چیز نباشه. حالا مال بنز نگاه کنید، ببینید که چقدر کیفیت عالیست. لبه ها اولا فاصله ها کم، بعد لبه دیگه بالا پایین نداره. ببینید اینجا این لبه که این تسلا هست تمام یکیه و فاصله اینجا فاصله کمه مال تسلا، میکنم یه بند انگوش توش میره این تسلا، بند انگوش من داخل توش. اینا همه باعث خراب شدن آریدینامیک و صدادار شدن ماشین میشه. سویچ ها تسلا در دست راست و بنز دست چپ. خب نتیجه گیری، من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، فکر نمی کردم که بنز به این زودی در سال 2022 بتونه یه چیزی معادل تسلا بسازه. البته اگر هنوز شتاب براتون مورد نظرتون باشه تسلا بهتر. تسلا مقداری از مواد ایزوله هم تو ماشین کمتر گذاشته، خود اینم باعث میشه که ماشین یه مقدار صداش زیاده به نسبت پولی که میدی، تو دست انداز میفته صداش زیاده، همینطوری داری تو جاده حرکت میکنی صدا زیاد داره. یک صحبت کرده معمولی توی ماشین بعضی وقت با صدای هم همه این نمیدونم صداها قاطی میشه. این بنزه واقعا بنزه، این مشخصات یک بنزه معمولی رو داره ولی مدل بنزین، مدل برقیش. برای همین من واقعا خوشم اومد، من به فکر نمی‌کردم به این خوبی باشه و فکر کنم باید برم سهام تسلا بفروشم و برم سهام بنز رو بخرم. این تازه مدل ساده و ارزون‌ترشه، اون مدل 580ش که شیشه های دوبلم داره که دیگه لابد خیلی بی‌صداتر و خیلی بهتره و دیگه باید ببینیم که دیگه خلاصه چی میشه دیگه بعدن. ولی ماشین بسیار خوبیه، رأی من رو داره و ماشینی هست که اگه من میخواستم بخرم شاید در نظر میگرفتم برای خریدن. توپ تانک فش فشه.